4 تا بلیط بود. من چه بلیط می‌خواستم؟ آقا یه دونه بلیط. آقا دو تا بلیط. دو تا بلیط محبت کنیم. آقا ایش ننه بلیط منه برس آقا. سه تا بلیط دوتا. زمان قرعه کشی اون کسی که از آنجا میاد در عالم راضی هست که جز به بهای خون فاس نمی شود، راضی که عبد آن رحمی برد ظاهر آلم در سایه اسم ساهر حتا ترده بلی را دیده و ترده دار تشکیز می برد همه را سایه کشتگان را به راهی به حریم محرم نیابند. I'm going to go to the hospital.
دیگه است. آقا ما فقط تا اینجا شو بردیم. دعا کنید که ما دستگاه اینجا بیرون نریم. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. افتاده بود
این دست شما چی کار میکنه؟ دیشب یحیی رو دیدی؟ آخرشو عمش زنگ زد گفت تا وا کردم تموم شد. چطور مگه؟ حاجی حاجی چی؟ حاجی یحیی رو یحیی رو چی؟ یحیی رو خواب دیدم. خوشا به سعادتت. میدونی چند وقت غریبی میکنه با خواب من؟ از دوستاشی؟ آجی یحیی رو من آجی که یحیی شهید نشده من کشتمش. اشتباه آمدی جب یحیی منو. آجی میگم یحیی رو من کشتم. آخه تو کی هستی که یحیی منو کشته باشی؟ این منم، اکبر منافی. اعزامی از مسجد همین محل. اینجا چی نوشته؟ شهید سید یحیی ابراهیمی. پسر من 20 سال پیش تو جنگ شهید شده. از قرار خودت هم که اونجا بودی. آجی تابلو رو خطاط نوشته. آخه اون که اونجا نبوده. تو که بودی، رفقات که بودن، همه دیدن، همه شنیدن، همه گفتن. آجی من کشتمش. من قصاصم کن. لا اله الا الله. تو رو به هر وای خاک یحیی. پسر جان من خود فکر کن، عقلتو به کار بنداز. آخه تو چرا باز یحیی رو کشته باشی؟ ها؟ چرا؟ نمیدونم. خب خدا رو شکر که باز میگی نمیدونم. حاجی من یحیی پسرتو کشتم، چرا نمیخوای بفهمی؟ باشه باشه قبول. من خلاصم کن. تو رو به صاحب این بیرق من خلاصم کن. یه کار بهتری میکنیم. میریم پیش محمد سلیمی. محمد سلیمی؟ محمد سلیمی دیگه که؟ رفیقتون. عکسش اونجا هست. باشه اگه اون میگه قبوله. قبوله. پس بسم الله. باید ببندمت به این لامصب. دو دور تراشت بده. زنگمنگاتو بگیره. بشی همون اکبر همیشه که. همه ریخت و قیافشون توفیر میکنه محمد آقا. اصلی کاری اینجاست که نباید فرق کنه. داخل حاجی این اکبر آقا همچین برای ما قیافه گرفته معلومه که توشم تراش میخواد.
زورت میاد دوتا ماچ بدی؟ ببخشید اکبر جون. آجی میگه تو هم با ما بودی؟ هنوزشم با آتیم. چی خیال کردی؟ عکسو که من از خودم در نهی بردم پدر جان. اکبر آقا شما رو یادش نمیمد، میگفت فقط من و یحیی تو جبهه بودیم. تو هم منکر ما شدی اکبر. پدر صلواتی ما که چیزی نخواستیم، تا این چرخه میچرخه هیچی نمیخوایم. چیزی هم بخوایم یه پارتی گردن کلوف اونجا داریم. محمد آقا امروز نمیدونم بعد چند سال اکبر آقا اومده پیش من میگه یحیی پسر تو شهید نشده، من کشتمش. منم گفتم باشه میام پیش شما، اگه شما شهادت دادین که آره باشه قبول. خوش انصاف بعد 20 سال اومدی سراغ ما شهادت دروغ بگیری؟ آقا بهروز بپردن مغازه یزی خورده شیرنی بگیر بیار. یه کار بلند شدی رفتی گوشت تن پیره مردو به لرزونی که چی؟ این حرفا چی از خودت در میاری؟ بگیر بشین. حالا کی میگه یحیی رو تو کشتی؟ بینی و بین الله تو نبودی، جنازه‌شم با آب رفته بود. مگه تو جنازه رو نکشیدی صاحب؟ خودم بالای سرت بودم، خودم دو تاتون از آب کشیدم بیرون. وقتی افتادی رو زمین انگار هزار سال بود که باتری تموم کرده بودی، بیحال بیهوش. بعدش بچه‌های امداد حاجی بردنش که بردنش، دیگه هیچی ازت خبر نداشت جز عبدالله مشکاتی که اونم میگفت حالت خرابه. عبدالله؟ منو یادت رفته. عبدالله چی؟ اون که شب تو صبح تو سنگر کفرتو در می آورد. حاجی آخرش هم میرفت بیرون میخوابید. اون که میگفتی نیش عقرب و ترکش صدام هزار بار از زبونش بهتره، یادت اومد؟ من فقط یه چیزی یادم میاد. خب الحمدلله. چی؟ یحیی رو من کشتم. ترسا چی؟ اگه میخواست بلای سر خودش بیاره که نمیومد پیش شما. با هزار بدبختی تونستم از بچه های محل آدرس سر کارش رو پیدا کنم. اگه تلفن یا نشونی آسایشگاهشو داشتم همون دیروز خبرشون میکردم بیام به دادش برسم. بدبختی اینی که نمیشه از خودشم پرسید. بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد یا سقف رو افتد و یا قبله کج آید. دیشب زنگ زدم به عبدالله مشکاتی، اون میدونه که اکبر کجا بستری بوده. پس پیداش کردی ها؟ نه
گوشیشو واگذار کرده بود. کسی نیست شماره تلفنشو بدونه؟ آدرس کارخونه عبدالله رو بلدم، البته حدودشو. باید به یه بهونه اکبر رو بکشونیم اونجا با عبدالله ببریمش آسایشگاه. وگرنه نگهدار محمد آقا، نگهدار، همینجاست. رد شد. سر کارشم نیمده، غلط نکنم بلای سر خودش آورده. زنده ای؟ خوبی؟ میریم کلانتری؟ نه، میریم پیش رفیقتون آقای مشکاتی. خون بچه ته ازش میگذری؟ نه، اگه فقط یک نفر مثلا همین مشکاتی شهادت بده که یحیای منو تو کشتی، خداوندی خدا خودم تناب دارا میدوزم کردنت. مشکاتی عبدالله قمانده 30 روز از کسران بیرون شده. سیروز؟ سیروز نه بابا، سیروز. حالا کی برمیگرده مهندس؟ خدا عالم است، از اینجا تا ساعت 30 روز طول کشیده. حالا کوتو کربلا. کربلا. مراد چه خبر اینجا؟ آقا غفار بهتر است چیزا رو جمع کنی. گفتم اونا رو همه رو جمع کنم، نگران اونا نباش. مگه تو مشکاتی رو نمیشناسی؟ یه ذره من دیر کنم کلمو میکنه. شما ماشینو تا سر رو بردارا رو واکو میرم، زود باش دیرم شد. کی گفت بشینی تو ماشین؟ منو ببخشی مشکاتی. کجا اکبر آقا؟ مگه نگفتی مشکاتی شهادت بده تمومه؟ ما رو ببخشی مشکاتی. تو فکر میکنی کی هست که اینجوری حرف میزنی؟ امر اسم رئیست. یه خود بخور تعدادت بگیره. دست درد نکنه. کی برمیگردی؟ نگران خونه زندگیتی. کدوم خونه زندگی؟ بعد یحیی و مادر خدا بیامرزش اون خونه دیگه به لعنت خدام نمیارزه. بچه هم که رفتم به کارشون، منم همیشه همونجا تو مغازم. چه فرق میکنه؟ سرم به کار خودم. همین که یه لب چطور بود؟ خوب بود، جلسه خوبی بود. حالا یه چیزایی میگه کی به اون گوش میکنه؟ ما کار خودمانه میکنه. آقا جان به این خالقی بگو معطل نکنه. قربان اون گوش شکسته، سفر بعد با همین. عبدالله شما تشریف ببرین. اکبر خودتی؟ دمت گرم، تو اینجا چه میکنی؟ من یادت میاد؟ استغفرالله، حرفای میزنی. حالا درستی خود پیر شدی،
یه خوردم هم چی بفهمی نفهمی چاخ شدی، ولی هنوز همون اکبر خودمانی. به جان عزیز، تا دو سال پیش خبرتو داشتم. کی مرخص شدی؟ راستی بابا چطوره؟ بنده خدا چقدر حرستو میخورد، همیشه باهات بود. عمرش داد به شما. آخه اناالله. حاجی معرفی نکردی؟ پدر یحیاس، یحیا ابراهیمی. یحیا ابراهیمی، خدا بیا مرزتش. عجب بچه نازنینی بود. خدا بیا مرزتش حاجی، هرچند شهید آمرزیده است. حالا شما کجا؟ اینجا کجا؟ آقای مهندس. بله الان میام بابا. عجب فلمان نمی کنن ها، جان تو هر شهری میریم همین بساطه. میگم ببرن تا مهمانسرا، اونجا شب میام مفصل با هم حرف میزنیم. حله عبدالله، من زیاد وقت تو نمیگیرم، فقط یه شهادت میخوام. شهادت؟ الو مهندس. الو آقایون میگن 10 دقیقه تشریف بیاین سر نهزتون باشین. باشه قفار جان، این رفقای منو ببر مهمانسرا، زود برگرد. بله. الو الو جان، الو صدات نمیاد، یه جا وایسا. مشکلی سلام میگم فکرشو بفرستن. بح سلام علیکم حاج اکبر آقا، امشب های امضا بشه نمانه صبح هم باید حوالش کنم. آقا چاکریم، آقا شرمنده، این قربان و غریبید برم. پاشو بله چی اینجا نشستیم؟ پاشو این حرفا چی؟ سفره امام حسینه. بفرما بفرما قربانت برم عزیز دلمی. بفرما حاجی جان، بفرما آقا، بفرما بیا اکبر جان. آقا شرمنده ما معتل شدیم به خدا، گرفتاری. حاجی جان بفرما. بفرما قربان. بسم الله. بفرما آخه. بفرماش جال، چه خبر اکبر جان؟ صافه چه میکنی؟ حاجی جان ببخشیدم معطل شدیم. آقای مهندس. بله بی خود همراهشو بگیر، من خودم حرف بزنم. راستی اصری یه چیزی گفتی. چی گفتی؟ تو شلو فلوغی؟ اکبر آقا. آقای مهندس خودشونن. ببخش. الو ببخشید. الو سلام علیکم، مخلص شما. بله شما خوبی؟ خیلی خیلی ممنون. تقبلات حاجی جان. حاجی جان انار باغ خودم اینجا سامل. بفرم عرض کردم حاجی، چی فرموده بودی؟ نه حاجی جان، نه عزیز من، نمیشه فدات شم. فوق فوقش سه روز. آقا جان میخواییم بریم کربلا، نزداریم ناسلامتی. حاجی به خدا بیقراریم. ببین نه نه نمیشه عزیز من، اینجوری که شما میگی ما سال دیگه به قصر شیری نمیرسیم. چه؟ اون که مشکلی نداره آقا، اون کار خودمانه، حلش میکنیم تمام میشه میره. آقا جان بس سه روزا التماس دعا، خداحافظ. 10 روز هتله. کجا بودیم؟ راستش آقای مهندس اک شهرمنده آج آقا مهندس خودتون باید صحبت بکنی، امضا نمیکنه. چرا؟ میگه ترک مناقصش تصویب نشده. نشده که نشده، بهش بگو آخه آفتابه، بالادستی تو امضا کرده دیگه. تو چی میگی؟ همه اینا رو بهش گفتم آقا. خب چه گفت؟ میگه مکتوب بنویسین قبوله. عجبا، گوه خورده؟ گوه خورده؟ برو بهش بگو اگه امشب امضا کرد کرد، نکرد فردا صبح از ادارهش کوچه چه میگیرم میدازمش بیرون ها. برو چشم. همینجوری بهش میگی ها، از خودت خلاقیت به خرج ندی. حاجی جان میوه بفرمایین. ای بابا قفا بس دیگه. اکبر آقا، اکبر آقا، تو رو خدا بس عبدالله، بس دیگه. چیه اکبر به هم ریختی؟ این بنده خدا این همه راه اومده که فقط یک کلمه از تو بپرسی، یک کلمه، آره یا نه؟ آره یا نه چی؟ مثل چه میدانم قضیه چیه؟ اکبر جان تو که میدانی من برای وزیر وکیلش تره خورد نمکنم، ولی تو حسابت سواست، تو عزیز هور بودی. گیره چیه؟ اگه گیر نداشت چی نمیمد پیش شما؟ به همینه حاجی جان، تمام رفیق رفقا وقتی میان سراغ من که کارشان گیره. گیره چقدر؟ خیلی عبدالله، خیلی خیلی. جان عزیزت من نترسانا، من قلبم ضعیفه، یه دیده رو به قبله شدم. بگو بگو مرد حسابی، آمدی پیش عبدالله مشکاتی، مشکل گشاست. همین دیروز ساجدیه که یادته، یادته بابا مجله خاکریزه در می آورد، یه چند باری برات آوردم آسایشگاه، 5000 یورو براش تلفنی حواله کردم.
چقدر میخوای؟ من چیزی نمیخوام، فقط یه خواب میخوام، یه خواب آروم، یه کاری کن راحت بتونم بخوابم. میتونی؟ آخر قاطی کردیم. نه، من قتل کردم. چی؟ قتل؟ کی؟ کجا؟ 20 سال پیش. میگن تو عمو ما بودی، حتما دیدی. من؟ به حاجی بگو، مگه تو با ما نبودی؟ بهش بگو من قاتلم. آقای مشکاتی، اکبر خیال میکنه یحیای منو اون کشته. مزخرف میگی. این چرت و پرتا چیه؟ یحیای بنده خدا رو بسیار کشتم، همه میدونن، من خودم دیدم، یعنی همه دیدم، رو خط میشم گفتم. حاجی جان، بچت شهید شد، خلاص، خدا بیامرزتش. تو رو خدا راستشو بگو، من دارم دیوونه میشم. من که میدونم یحیی رو کشتم. به خدای احد و واحد، مگه پام به تهران نرسه یه بابایی از اون دکتر بی همه چیز در بیارم آسایشگاه رو سرش خراب میکنم؟ همینجوری بنده خدا رو نصف نیمه معالجه نشده ول کردن به امان خدا، حالا تحویل بگیرن. آقای مهندس، اینجوری هم نیست، اکبر حالش خوبه، خیال کرده که... نه خیال نیست، به خدای احد و واحد خیال نیست. یحیی تو جلو چشمنه، من دارم میبینمش. حسن آقا جان، تو راست میگی، یحیی رو تو کشتی. خیلی خوب، تعریف کن ببینیم چطور این کار کردی. ما اومدیم که تو بگی، من که درست یادم نمیاد، هرچی فکر میکنم یادم نمیاد، ولی من مطمئنم. پاسپورت داری؟ اشکال نداره، خودم جورش میکنم. ویزای عراقت هم میگیرم، میبرم زیارت آقا امام حسین. تا شفاعت نگیرم از دری بازده میکنم. دیگه چی میخوای؟ جان من بگو. عبدالله، تو واقعا 20 سال پیش جز بچه های هور بودی؟ من که باور نمی کنم. سلام آبجی. سلام، چی شده؟ کلید خونه آقا جونو میخوام. چی میخواین از اون خونه شماها؟ چشم دنبالم چهار تا تیکه فرش و قالیچه اثره؟ کی تیرت کرده؟ نکنه مثل مجید نقشه کشیدی؟ با قرآن من مرده باشم بذارم شما اون ارث و میراث رو بالا بکشین؟ من نمیذارم، نمیذارم. گوره بابای ارث و میراث، وقتی ننه بابایی تو اون خونه نباشه ارث و میراث به چه درد من میخوره؟ خیالت راحت باشه، من هیچی اون خونه رو نمیخوام، فقط خرت و پرتای خودم رو میخوام.
خودت آوردی. خلاص نشدی بعد این همه سال. حالا کی حالتو بپرسه؟ بمیرم آبجید که نمیدونه درد چیه، وای به حال بقیه. سبحان ربی الاعلا و حمده الله الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمد نمازتو نخوندی؟ این فرماندهمون بود، حاج احمد ایروانی. آره یادم، تو مراسم یحیی دیدمش. مجله حباس ساجدیه، همونی که عبدالله گفت. اونم یادمه. باید حاج احمد پیدا کنیم، اون دیگه همه چیه میدونه. تو دستبردار نیستی؟ حاجی اصلا اگه رضایت بدم چی؟ حاجی تو به من قول دادی، باید سر قولت وایسی. سلام علیکم آقا. علیکه سلام. ببخشید، ما با حاج احمد آقای ایروانی کار داشتیم. چی کاره هستن؟ الان چی کاره هست اکبر آقا؟ الان نمیدونم، ولی تو جنگ فرمانده من بود. عرض کردم الان چی کاره هست؟ تو مسئول اطلاعاتی، من میگم چی کاره هست. من باید بدونم اینجا خدمت میکنی یا نه؟ بس این ماسموسک چیه گذاشتی جلو؟ این مربوط به پرسنل خودمونه، لطفا بفرمایی. کسی رو که میخواید اینجا نیست. اینجا نیست یا تو خبر نداری؟ آقا من خبر ندارم. اینجا کسی هست که جنگ ما دیده باشه؟ فراوون. بس ما رو بفرست پیش اون. کارشناسایی داری؟ کارشناسایی میخواه. الان نشونت میدم، همینجاست بالای قفسه سینما. آجی از من کارشناسایی میخواد. بفرست کارتمو بفرست. حالا که اینطور شد اونقدر اینجا میشینم تا رام بدی. آروم باش بابا، این کاری نیست که. حاجی جون من تا حاج احمد ایروانی رو نبینم از اینجا جام نمیخورم. خیلی خوب، پس دیگه رو من حساب نکن، فهمیدی؟ دست من دلخوری؟ معلومه که دلخورم، بس خاطر این که علف من شدی یا بس خاطر یحیی؟ خاطر یحیی. پس چرا نذاشتی بایستم حاج احمد رو ببینم؟ مرد مومن، حاج احمد شاید 20 سال دیگه از جرات نشه، شاید هم اصلا کارش عوض شده، ممکنه بازنشسته شده باشه. و چجوری پیداش کنیم؟ واسه چی گشت و مجله رو پیدا کردیم؟ ها؟ خوشتیب سرتاپا مشکی پایشال سبز. نه خودش تنها اومده، یک وقت نیومده. آره یه دقیقه گوشی
باز که شما اینجا وایسادین. رئیستون گفتم. مگه اینجا اداره است که رئیس داشته باشه؟ با مدیر مسئول کار داری؟ بله بله بله. تو کی میرسی؟ نه این الان رفته عکس بگیره. تشریف ندارن؟ نمیتونم نگهش دارم. چه خبر اینجا؟ به خدا بهشون گفتم خودشون وایسادن. به به سلام، خوش اومدین. مرسی، خوب هستی؟ خیلی ممنون. اصلا نباشی. چرا آقای انصاریان نبردین اتاق من؟ راحت بودم همینجا نشسته بودم تا شما کارتون تمام بشه بعد بیام. چه خبر؟ سلامتی شما خوبی؟ همه چی خوبه؟ همه چی خوبه بعد نیستم. چه کورنر میزنه تو نمیکشی جلو؟ الان که دارم همه کورنرها رو اضافه میشم ولی یه جایی توپ رو سرم نمیاد، یعنی که جایی که یارگیری میکنن نمیشه این کار انجام بدم. پنالتی هارم همه رو خودت بزن. الان که دارم خودم میزنم همه پنالتی ها رو، خدا رو شکر منم گل زدم. دستت چطوره؟ هستم. بعد نی فعلا میرم فیزیوتراپی تا ببینم چی میشه. یه چند جلسه بعد فیزیوتراپی کنم. مراقب خودتون باشین. عکس خوب بندازین. رو جلدیه. به به. سلام، خوش اومدین. مرسی، خوب هستی؟ خیلی ممنون. اصلا نباشی. چرا آقای انصاریان نبردین اتاق من؟ راحت بودم همینجا نشسته بودم تا شما کارتون تمام بشه بعد بیام. چه خبر؟ سلامتی شما خوبی؟ همه چی خوبه؟ همه چی خوبه بعد نیستم. چه کورنر میزنه تو نمیکشی جلو؟ الان که دارم همه کورنرها رو اضافه میشم ولی یه جایی توپ رو سرم نمیاد، یعنی که جایی که یارگیری میکنن نمیشه این کار انجام بدم. پنالتی ها رو همه رو خودت بزن. الان که دارم خودم میزنم همه پنالتی ها رو، خدا رو شکر منم گل زدم. دستت چطوره؟ هستم. بعد نی فعلا میرم فیزیوتراپی تا ببینم چی میشه. یه چند جلسه بعد فیزیوتراپی کنم. مراقب خودتون باشین. عکس خوب بندازین. رو جلدیه. مگه بهتون نگفتن که عبدل چی استخدام کرده؟ استخدام؟ برای دو خط آگهی که نباید 6 ماه جواب پس بدیم. ما واسه استخدام نیومدیم. با عباس آقا ساجدی کار داریم. نیستن. خارج از کشورن. پس درست اومدیم. اینجا مجله خاکریزه. مگه در دیوار نمی‌بینی؟ اینجا جوان است. این نشونی مال اینجا هست یا نه؟ من فقط میخوام بدونم این عباس ساجدی هم عباس ساجدیه که با ما تو جبهه بوده. جبهه کجاست آقای جون؟ میبینی که گرفتارم. بفرمایید بیرون. ببین خانم، برای من اون شب واجب تره که بدونم این عباس ساجدی هم عباس ساجدی که ما دنبالش میگردیم. آخه اون نشونی رفقای ما رو داره، خودش هم از رفقای قدیمی ما بودن. هر وقت آقای ساجدی تشریف آوردن از خودشون بپرسی. چرا زورت میاد دو کلمه حرف بزنی؟ مگه ما پول خواستیم که داری ردمون میکنی؟ مگه کار خواستیم که داری اخمه تخ میکنی؟ مگه ارث پدری طلب داری؟ آره طلب دارم. یه ساعت وقت منو گرفتی؟ بس دیگه برو بیرون. آدم باش. بدبخت. خانم خیلی عوض میخوام. خیلی معذرت خوب گرفتی بابا جان. بیا بیرون چرا عصبانی میشی؟ آروم باش بابا. آقا صفدر. بله خانم. ببرشون زیر زمین ببین چه کمکی میتونی بهشون بکنی. چش. میگن دیگه به درد نمخور. یه چهار تا کارتون که بیشتر نیست زحمتش پای خود نگهداریشون بخور. نکس بچه ها جنگ شهدا یا حرمت دیگه دارم مپوسم از بس تو جای نمدار نگه داشتن شد. تشریف بیارین. فکر نمیکنیم تا آخر سال جا بده همین چهار تا جعبه هم بره ما بزن. اینا این پرونده شما. برادر من، من پرونده نمیخوام. دنبال نشونی فرماندهمونم حاج احمد ایروانی. مگه شما جز بچه ها رحیمی و ساجدی اونا نیستین؟ آره خودشه. نشونی ایروانی هم این توه. بله تمام بچه ها آدرس و نشونی و شماره تلفنش همه اینجی. بله تشریف داشته باشیم. آخ نکس بچه هاشه. اینا ببینین این نشونی محمدی و فلاح ابراهیم که سته شتفریا شهید شد. این نشونی بازقلعه ای بدونین چی دک پوز برای هم زده. حالا این کمال اطاعت و محمد سلیمی البته اگه زنده باشه. چطور؟ مگه نمیتونه شیمیایی شده بود؟ آخر بار که دیدمش اینقدر زرد کشیده بود خدا میدونه. این عبدالله مشکاتی. اینو پیداش کردی؟ اینم آدرس و تلفن خودتان. اینم احمد. ای بابا عجب شانس دارنش، نه تلفنش هست نه آدرسش. پس حالا چجوری پیداش کنم؟ نمیدونم. آخر بار که ما دیدمش تو کوه بود. 3 ماه هم بعد جنگ واسط ما بعد شروع بشه. نشد.
آره اتفاقا کوچه‌بر شیکی هم پشته بود، ولی باور کن اومده بود جلو بهش میگفتم، گفتم خیلی بیشوری. الو سلام علیکم حاج آقا، از دفتر دکتر بازقلعه مزاحمتون میشم، خسته نباشید. میخواستم اطلاع بدم آقای دکتر این هفته درست ساعت جلسه مصاحبه مطبوعاتی دارن، اگه ساعت جلسه رو جابجا بکنید ممنون میشم. بله بله اطلاع میدید؟ التماس دعا معید باشید. چی میگفتم؟ آره رو ده حرفشی ندارم. یه لحظه گوشی. الو مرجان جان یه لحظه گوشی. سلام علیکم، چند لحظه گوشی خدمتون. الو مرجان، نگی مصاحبه رو کنسل کردم ها، همین الان جلسه بنیاد اونو جا به جا کردم. مرجان جان پشت خطی دارم ها. الو سلام علیکم، ببخشید معطل شدی، بفرمید. خواهش میکنم. نه خیلی آقای دکتر تشریف ندارن. بله دانشگاه هستن. نه نمیان. بله خواهش میکنم. یادش میکنم همون دفتر کمیساری عالی سازمان ملل. بله گوشی. خواهش میکنم روز خوشی داشته باشید، خداحافظ شما. سلام علیکم، ببخشید معطل شدید، چند لحظه گوشی خدمتون. ببخشید چند بار بهتون بگم آقای دکتر نمیان؟ امروز نمیاد، فردا چی؟ بگید فردا کی میاد. بله اشتباه گرفتی؟ اینجا نظم خاص خودشو داره. عرض کردم خدمتتون، بفرمایید از کجا تشریف آوردین، امرتون چیه، اسم شریفتون چیه، یادداشت میذارم تو کارتابلو آقای دکتر، هر جوابی دادم میرم خدمتتون. از جای تشریف نیاوردین، امری هم نداریم، فقط به اون جواد بازقلعه‌تون بگین اکبر منافی از بچه های هور با پدر یحیی ابراهیمی اومده بودن دنبال نشونی فرماندهشون حاج احمد ایروانی. همین. من می نویسم ولی قول نمیدم بتونم وقت ملاقات بدم، مگه اینکه خودشون دستور بدن. خوب می گفتی. گوشی 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 گوشی. سلام علیکم، بفرمایید. های هلو سوری هولد آن پلیز. اگه قضیه یه نشونیه شاید بتونم براتون یه یادداشت بگیرم. منزل آقای کمال اطاعت؟ بفرمایید. تشریف دارن؟ شما؟ از رفقاشونم. چقدر پیر شدی اکبر آقا. برای من که بهترین سفر عمرم همون سفر مشهد بود. حالا خوبه این چند تا عکس ازش باقی مونده. خیلی خوش گذشت نه؟
حالا نمیدونم مال این بود که همتون بعد از 3-4 ماه اومده بودین مرخصی یا همسفرامون خوب بودن. یادش بخیر. چه قیمه خوردیم. اصلا غذای حضرتی دست جمعی میچسبه. حاجی، 2 قیمه را 8 خوردیم، سیرم شدیم. اکبر آقا، این خانم که دیدیم زن آقای ساجدی نبود؟ چی شده خانم ساجدی؟ هیچی. نمیدونم چی شد که این رفت آمده قطع شد. کمال همش بهانه میگیره. به خدا روزی شب نمیشه که حرف شماها نباشه. منم برای اینکه از صرافتش بیفته میگم آخه کمال جون کو؟ کجان؟ کدومشون یه بار در این خونه رو زد؟ میخنده و میگه یه نگاهی به زندگی خودمون بنداز ببین چقدر گرفتاری داری. اونا مثل ما. مگه من رفتم بهشون سر بزنم؟ یه آقا کمال، تو که از رخت خواب در نمیای، یه دقیقه هم نمیتونی از کپسول جدا شی. اکبر آقا، یه لحظه تو بیمارستان بند نمیشه. میگه مهری شبای ساسان غربتش از جبهه بیشتره. اگه میدونست شما میاین خیلی ذوق میکرد. آره کی میاد خونه؟ 6 دیر اومدی اگه بر آقا. کمالم شهید شد. هنوز دلم نمیاد تختشو جمع کنم. هر بار چشمم به تختش میفته فکر میکنم کمالم زنده است. همینطور باهاش حرف میزنم. خیلی عذاب کشید اکبر آقا، خیلی. شده بود پوست و استخون، اونم چه پوستی. دست میزدی گر میگرفت. بس کمالم رفت. لا اله الا الله. بله خودم هستم. بله. از کجا؟ باشه باشه، حتما حتما میای. خدا بهشون. نشونی احمد ایروانی پیدا شد. آره. یه لحظه. گوشی آقای دکتر گفتم متاسفانه که این هفته وقتشون پره. هفته آینده هم چون دارن میرن سفر فقط وقت دادن که برنامه تلویزیونی ضبط کنن. گفتم گوشی لحظه. این کارتو دادن خدمتتون، مال یه سمیناره. البته میدونم ممکن مورد استفادهتون نباشه، ولی خب آقای دکتر اونجا سخنرانی دارن، میتونین روز سخنرانی تشریف ببرین اونجا. بفرمی. ما برای نشونی آج احمد اومدیم. اونم تو پاکته. در زم 2 کارت غذا هم براتون گذاشتم که انشالله موقع نهار بتونین آقای دکتر رو ببینی. بریم آجی. پس برای ملاقات هم زحمت نکشین دو دفتر تشریف بیارین. انشالله تو همون سمینار آقای دکتر رو میتونیم ببینیم. الو مریم جون. سلام علیکم، بفرمین. خداوندی خدا، این آخرین جاییه که دارم باهات میام. که خسته شدم. تو اون دخمه پشت به خیابون نشسته بودم، بی خبر از همه جا.
بسمه. تو این یه هفته جونم به لبم رسیده. دست از سرم بردار. اینجوری راحت دارم. میترسم وقتی ایروانیم بگه من از هیچ چیز خبر ندارم واسه تو دبه در بیاری بگی نه بریم سراغ یکی دیگه. دیگه نمیخوام خفت بکشم. توی اون دکون آقای خودم هم نوکر خودم. با چرخم هم کلی صفا میکنم. حرمت و عزتم هم سر جاش. حاجی احمد کدوم اتاقه؟ اتاق حاجی احمد کدومه؟ حاج احمد مهمون داری. حاج احمد تو گلوش ترکشه صداش در نمیاد. چرا اینجوری شد؟ خیلی دنبالت گشتم. خیلی وقت داریم دنبال شما میکردیم. فقط شما میتونید ما رو خلاص کنید. انشالله تو ذات شما دروغ نیست. شما فرمانده بودین. هر چی شنیدی و دیدی محض رضای خدا به من بگو. اکبر حرفش اینی که یحیای منو کشته. به خدا قاطی دارم میکنه. بالاخره باید بدونم پایه جگرم چی شده. فقط یک کلمه میخوام. آره یا نه؟ یک کلمه. آقا پدر آمرزیده یه چیزی بگو. تو فقط نگاه میکنی. اینم که بهش حرجی نیست. تو هم که زبون باز نمیکنی. پس من بدبخت از کجا بفهمم که چه بلایی سر پسرم اومده؟ هیچ کس جواب منو نمیده. حاجی شب بود نه؟ زدیم با آب. تو همون جلو بودی؟ نه؟
صدای زخم گردن رو شاشید کتش کن تو رو خدا یک کاری بکن بر نمیبینی تو چه وضعیتی هستی ساکتش کن آخه چه جوری آخه چه جوری آخه کشتر میده زود باش آخه دوباره تره نزد حاجی حاجی تو رو خود تو رو کمکه بکن حاجی و اقید چی کن
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله